روز هفتم، برنامه از الناتان و نازنین باغستانی. عصر همگی به خیر، الناتان باغستانی هستم. برنامه روز هفتم خوش آمد در روز تابستانی ماه آگوست. نازنین جان بله، سوم آگوست هست. منم درود و سلام میگم به شما عزیزان هر جای جنوب کالیفرنیا و دور دنیا که هستید. امیدوارم خوب و سلامت باشید. اگه جنوب کره زمین هستی اونجا سرده. خوش بارتون. کره جنوبی میخوای بگی؟ نه، مثلا کجا؟ سیدنی؟ مثلا ساوت آفریقا. آها، برزیل. آره اونجاها و استرالیا و سیدنی که جام جهانی خانوم هاست که آقایون نگاه نمی کنن. فیفا خانوم هاست. برزیل که باخ که آها به نگاه میکنم. آره فقط اخبارشو میخونی. بازیری که نگاه نمیبری. دیروز پسرم به من گفتش به حال هر جا خانوما باشن حتما خوب خواهد بود. و به حال دوستان عزیز، ما میدونی که شنوندگان برنامه روز هفتم و رادیو ونک از طیف های مختلف هستن، خانوما، آقایون، جوانان و حتی افراد تحصیل کرده، افرادی که دارن زحمت میکشن در این تابستان دارن کار میکنن. ما واقعا سر تعظیم فرود میاریم که این برنامه رو گوش بکنید. امیدواریم به یکی دیگه از برنامه‌های روز هفتم بتونیم در خدمتتون باشیم. در خدمت آقای استیو هستیم و با امید خدا که بتونیم برنامه خوبی داشته باشیم. ما هم دیگه با باشید. دقیقا انگار روز گذشته بود که اومدیم اینجا با دکتر رامشا بودیم در خدمت آقای استی و روز هفتم و موضوع خیلی مهمی رو صحبت کردیم که فکر میکنم که هنوزم جا داره که راجع به موضوع صحبت کنیم. خیلی ممنون از فیدبک هایی که دادید در شبکه‌های اجتماعی، میبینم اونا رو و نظر لطفی که دارید به این برنامه و حتی رادیو ونک سپاسگزاریم. اما میخوام قبل از که بریم وارد مبحث امروز بشیم، میخوام بگم آقای آلبرت انیشتین گفته آزادی به هر حال تنها با تلاش مداوم برای آن ممکنه. چیزی که امروز بعد جوانان ما در ایران مخصوصا بشنون، میبینم که در همین جنوب کالیفرنیا هم گاهن بعضیا ناامید شدن، چه فایده داره که ما رفتیم تظاهرات و اینا. نه، باید تلاش کرد، نه فقط برای امور سیاسی و اجتماعی، برای آزادی کشورمون، برای هر موردی. من موافقم با آقای انیشتین، همسن و سال هستیم هم دیگه، که واقعا باید تلاش کنیم. هیچ بله. بدون تلاش چیزی ممکن نیستش دیگه، مشخصه دیگه. هر چیزی که مداوم باشه، تداوم داشته باشه، موفقه. بله. اگه کویت کنی شکست خوردی. درسته، خیلی ساده، مخصوصا در ازدواج، در هر چیزی. حالا مخصوصا ازدواج. اوکی، مخصوصا ازدواج. در هر چیزی. آقای جورج واشنگتن گفته زمانی که شروع به ریشه زدن میکنید مثل اینه که گیاهی هستید که رشد میکنه، خیلی سریع داره رشد میکنه. ما نمیبینیم البته، گاهن اگر تجربه نداشته باشیم یه گیاهی کاشته شده میگیم چرا سبز نمیشه، چرا گل نمیده، چرا در نمیاد. ما نمیدونیم، ریشه میدونه، داره کار خودشو انجام میده. برای همینه که موضوع آزادی خیلی مهمه. امروز میخوام راجع به این صحبت کنیم. آزادی زیباست، آزادی زیباست. ما باشید و به فیض خدا، به اون لطف خدا، میخوام راجع به موضوع بیشتر با شما صحبت کنم. آزادی زیباست. بله، در دنیای مدرن امروزی واژه آزادی که از مطالبی که در بین ملل مختلف، اقشار مختلف جوامع و مخصوصا ما ایرانی ها و دوستان افغان بسیار بحث برانگیزه. من دیدم که در بین متخصصین، مجریان رادیو، هنرمندان، در بین مجریان تلویزیون، حالا هر طیفی که هستن، دیدگاه مختلفی راجع به آزادی دارن. شما اگه امروز با یک شخصی صحبت کنید که مال 50-70 سال پیشه، دیدگاهش راجع به آزادی بسیار متفاوته با یه جوان امروزی. نه، متفاوت هستش. همچنین اگر خوب این واژه مقدس رو
تحقیقم بکنیم راجبش، با تعاریف مختلفی روبرو خواهیم شد که میتونه با آنچه که شما باور دارید و من باور دارم متفاوت باشه و حتی متناقض هم باشه. اما آنچه مشخصه اینه که همه ما انسان ها به آزاد بودن راغب هستیم. شما چی خانم بانوی باغستانی؟ دیگه همه میخوان آزاد باشن، کی میخواد در بند باشه؟ شما در آمریکا آزاد حتی هستی؟ حتی یه پرنده دوست نداره تو قفس باشه، دوست داره آزاد باشه. ما ایرانی ها میذاریم، ما ایرانی ها میذاریم، کفتر رو هم میذارن، چجوری تفلکی ها رو میذارن؟ شما میذاشتی ما کفتر بگیریم گنجش بگیریم تو خونم داشته باشیم تو قفس؟ نه دیگه. نه. گناه داره. آره. اصلا رد میشی نگاهشو میکنی تو قفسن، دلت ناراحت میشی. آره. آره واقعا همینطوره. و چرا ما انسان راغب هستیم که آزاد باشیم؟ شخصا فکر میکنم که آزادی مانند خیلی از موهبات دیگه هستش که چیزی که خدا در درون همه افراد قرار داده. حالا اما تو که عرض کردم تعریفاش فرق میکنه، تجربه ها فرق میکنه، لزومن شاید در همین اتاق نشستیم هر کدوم یه دیدگاهی داریم، ولی در درون خودمون یک چیز مشترک داریم، میخوام آزاد باشم. حالا یکی میگه میخوام آزاد باشم، به شما چه مربوطه چه لباسی بپوشم؟ یکی میگه به شما چه مربوطه میخوام چند تا چادر رو سر رو سرم باشه؟ به شما چه مربوطه با پیاده میرم یا سوار جت میشم میرم؟ هر کسی جو فکر میکنه. و آنچه من میدونم اینه که در هیچ جامعه بشری آزادی مطلقی هم وجود نداره. حتی توی آمریکا که مهد تمدن به عبارتی، شما بگردی و حتی هر مذهب و مسلکی آینی شما نگاه کنید آزادی وجود نداره. افرادی که در واقع طرفدار مذهب هستن وقتی باشون صحبت میکنی خواسته و ناخواسته نمیدونن که خود اون مذهب هم حتی به طور مطلق آزادی به انسان نمیده. هر کی به شما که چی بخور چی نخور نه آزاد نیست دیگه. به همین شکل پس آزاد بودن مطلق رو شاید ما تو دنیا نتونیم ببینیم. در هر دنیای آزاد، در تمام مردم آزاد دنیا هم بر طبق قوانینی که توسط دولت مردان و انسان ها وضع شده محدودیت های وجود داره، محدودیت های وجود داره. در اصل این خود ما هستیم، ایزان شما هستید که باید انتخاب کنیم تا آزاد باشیم. همین چیزی که شاید دو سه هفته پیش نزدیکای 4 جولای من بهش اشاره کردم که ما باید انتخاب بکنیم. در حقیقت آزادی شامل داشتن حق انتخاب در مسئولیت ها همونطور چیزی که ما واگذار شده هستش. در خیلی از موارد تغییر فکر شروع با بزرگی برای آزاد بودن هستش. من معتقدم آزادی از فکر شروع میشه. شما اینجا پرچم آتیش بزن، رو پرچم را برو، توهین بکن، هر کاری بکنی تا مردم خودشون نخوان هیچ اتفاق نمیفته. من فکر کنم آزاده ترین افراد که کم هم نیستن همین الان در کشور ما، در داخل کشور ما به این موضوع پی بردن، عزیزان داریم که الان در زندان جونشون هر لحظه در خطره. روز اولی که رفتن در زندان جمهوری اسلامی سالم بودن، ولی الان هر لحظه امکان دارن به بیمارستان برن، بستری بشن به خاطر اتفاقات روحی و فشارهای جسمی و شکنجه. ولی انتخاب کردن. درود برشون. صدای من که نمیشتم، ولی به هر حال درود بر عزیزان. آزاد بودن از فکر ما شروع میشه، شروعی هستش برای آزاد بودن. پس من فکر کنم باید فکر کرد. حالا در هر مقطعی که راجع به آزادی فکر میکنی باید فکر کرد. نشست جلو آینه، نشست یه گوشه بی سر و صدا، تلفن خاموش، هیچی جلوم نباشه، فکر کنیم چرا من میخوام آزاد باشم و چرا آزاد بودن خوب هستش. اغلب ما انسان ها تبدیل به چیزی میشیم که به اون فکر میکنیم. میدونید ما بعضی چیزها رو میخندیم، مسخره میکنیم، توهین میکنیم یا به هر حال جدی نمیگیریم، ولی اون شخصی که اونطور هست مسبب اونطور بودن چیزی بود که سالها درش فکر کرده. یه دفعه اخوا پا نشده بگه من میخوام برم تو ایران تو خیابون اسلحه بکشم به صورت جوونا و چشمشون رو بزنم کور کنم. به همین شکل کسی معتاد میشه به هر چیزی، کسی گرفتار یه چیزی میشه، بیماری اعتیاد پیدا میکنه، حتما یه ریشه ای داره، حتما یک دلیلی وجود داره. پس به فکر کرد چرا من میخوام باشم، چرا میخوام نباشم، چرا میخوام آزاد باشم، چرا نمیخوام آزاد باشم. آزادی بسیار مقدس به نظر من. بفهمید؟ بله. و آزاد بودن
چرا زیباست؟ چون به انسان حس خوبی میده. داره. به انسان آرامش میده وقتی آزاد هستی. تا اینکه وقتی در بند هستی، در فشار هستی. درسته. وقتی آزادیت گرفته میشه، اونجا سلامتی روان نیستش. و میدونید اینایی که میخوان تو رو اسیر کنن، افرادی هستن که برای رسیدن به اهدافشون مجبورن که یه سری انسانها رو اسیر کنن تا اینکه به هدفشون برسن. اگه خودخواه باشن که هستن؟ مثلا اینهایی که چایلد ترافیکینگ میکنن، اینهایی که بچه ها رو میدوزن از خانوادهشون و بچه ها رو تو مارکت بد وارد میکنن و بزرگ میکنن. شما چند شب پیش که این فیلم رو دیدید همچنان ناراحتی؟ همچنان ناراحتم. میخوایی بگید راجع فیلم اشاره بکنید؟ فیلم ساوند آف فریدم. آره، ساوند آف فریدم. اگه میکردی. اگه میتونید برید ببینید، توصیه نمی کنم فیلم رو ببینید چون بعضی ها دلشو ندارن، خیلی دردناکه. اگه میتونید ببینید راجع به همین بچه دوستی و این چیزها. ما دوستایی داریم، حالا شاید نمیتونیم مجرش بیشتر صحبت کنیم، سال هاست در چنین خدماتی هستن، حتی کمک میکنن، رفتن به چین، نه اصلا فیزیکی هستن، خانمی که در سنوز ملاقات کردیم ایشون فیزیکی رفتن به چین، فیزیکی رفتن به نقطه های مختلف دنیا و توضیح میدادی چطور نه فقط بچه ها رو میدوزن، این آدم های خودخواه و هرچی که اسمشو بگیم کمه، اینها قطعات اعضای بدن اونها رو بر میدارن میفروشن و خیلی خطرناکه، مخصوصا بچه های کوچیک. خب این دیگه جنایته، یعنی فقط این نیست که من خودخواه هستم، یعنی به فکر امیال خودم هستم، و تو ایران هم کم نیستن از اینا، ما نمیفهمیم نمیدونیم، ولی مرسی که اشاره کردی چون من به فکرم نبود. و نه، چیزی که حالا چیزی که میخواستم بگم راجع به آزادی، همونطور که شما گفتید از فکر شروع میشه. بله. افرادی هستن که میخوان آزادی شما رو بگیرن. درسته. و به خاطر اون باید فکر شما رو خراب کنن، یعنی انقدر شما رو ابیوز کنن، انقدر شما رو آزار و اذیت بدن، شکنجه کنن، برین واش کنن و یه جورای بله شستشوی مغزی، تا اینکه شما باورتون بشه که بله من به درد نمیخورم، من باید اسیر باشم. یعنی اصلا فکرتون عوض میشه. حالا اسمشو اسیر بودن نمیذارم، من باید اینطور باشم. آره، اونا خو که بعد 8 ماه در سال سیاه بپوشم، من باید عزادار باشم، من باید اینطور باشم. آره. من به درد نمیخورم اگه نباشم، من اصلا به دنیا اومدم که مثلا اعضای بدن بفروشم، اصلا من برای این ساخته شدم که نمیدونم متاسفانه ببخشید به مردا برسم. میدونین برین واش میشن و فکرشون عوض میشه. وقتی اینها بتونن فکر تو رو عوض کنن، یعنی موفقن، یعنی شما رو اسیر خودشون کردن. حالا من از اینجا میخوام، تو نوتامون نیست البته، ولی میخوام راجع به این صحبت کنم. خیلی از وقتها دیگران نیستن که از ما اونو میسازن که ما نمیخوان، خود ما باعث میشیم. میدونیم چرا من روی اصرار دارم؟ چون دارم میبینم که آدما عادت داریم ما تقصیر رو به گردن دیگران بنازیم، ولی فکر نمی کنیم که من در رو باز کردم. گفته شد دیگه هر کس قلبش یک دستگیری دری داره که از داخل باز بشه. اگه رادیو وانک در باز نمی کنه، من اصلا تو بشیم جلو میکروفون دیگه، نه آقای استی میکروفون خاموش میگم آقای باقستان تکرار پخش کن برو هفته دیگه بیا، نه این کار نمیکنه اینقدر عزیزه. ولی واقعیت اینه که ما خودمون هستیم که در رو باز میکنیم. یعنی من باز بر میگردم، شما چطور میتونید که تو این شرایط بیاد بشین جو دوربین؟ شما نگاه نمیکنید نازنین جان توی خیلی از شبکه های ایرانی که وجود داره، ولی من بالاخره مجبور میشم که وقتا مراجعه بکنم و نگاه میکنم، دلم میشکست که یه کمدیانی که مردم دوستش دارم، من خودم میبینمش میگم الهی 100 سال دیگه عمر کنه،
رفته جلو دوربین نشسته داره دم میزنه از تخیلات و صحبت میکنه از تمام خرافاتی که خودش هم باور نداره. میگه باور دارم، حالا یا مجبورش کردن یا بهش پول دادن یا میترسه یا به قول شما برین واش شده. پس ما خودمون هستیم. حالا من نمیخوام راجع به امور مذهبی صحبت کنم، شاید یه برنامه بذاریم فقط بریم به این مسائل الله و ببینیم که امکانش وجود داره اینجا نه، ولی در خیلی از موارد که انسان ها اسیر هستن و آزاد زندگی نمی کنن تصمیم شخص خودشون هستش. اگه پدر من بوده، اگه مادر من بوده، اگه اجداد من بوده، من چرا باید باشم؟ نه، من پدرم زندگیات ایشون سیگار میکشید، الکل هم میخورد، ولی من این کار نمی کنم. میترسم؟ نه. ایشون رو بلیم میکنم چه این کار کرده؟ نیستش که بخوام بلیمش کنم، ولی یا در جایی نیستم که بخوام این کار بکنم، ولی من که میتونم تصمیم بگیرم. نه، من که میدونم مثلا اون کاری که ایشون کرده چه آسیبایی به بدنش رسونده یا به خانواده رسونده. پس این ما هستیم که انتخاب بکنیم. کسی که مش دارو میخوره یا مشکلی با پزشکی و علم ندارم، به حال در خیلی جا ما کمک کرده، کسی که تصمیم میگیره که جنسیت خودشو عوض کنه، تصمیم میگیره بچه‌شو بکشه، تصمیم میگیره که به قول شما تن فروشی کنه، خودش تصمیم گرفته. کم نیست آدم کار میکنه. ما چند روز پیش رفتیم ملاقات یکی از دوستامون و در اونجا در اون فروشگاهی که رفتیم گل بگیریم یک زن و شوهر دیدم که من گفتم افغان هستن، شما گفتین نیستن. خیلی پناهنده بودن، مشخص بود خانم روسری سرش بودش، معلومه تازه اومدن آمریکا که روسری داشتش نداشت. به هر حال آقا داشت ویالون میزد، چقدرم زیبا میزد، چقدرم، و به نظر من ایرانی بود یا افغان بود، حالا شما میگید نه، حالا شدم سوریه‌ای بودش ها، ولی آمریکایی نبودش. نه آمریکایی نبود، ولی جالبه نوشته بود که من بچه دارم، خانمم معلومه که بارداره، احتیاج به پول دارم. داشت زحمت میکشید زیر آفتاب کار میکرد که من و شما نشستیم 10 دقیقه تو پارکینگ وایسیم تو این گرما، ولی نمیرفت تن فروشی کنه، دزدی بکنه و خیلی اشتباه دیگه بکنه. پس من فکر کنم تو آمریکا مخصوصا که ما زندگی میکنیم، غذا خوردن یا کار کردن چیزی نیست که کسی نتونه انجام بده. کسی که بخواد کار کنه راهش وجود داره. بله. کسی که بخواد از راه درست زندگی بکنه امکانش وجود داره. بله. پس اگه من نمیکنم مقصر کیم؟ خودم هستم. نه که دولت آمریکا این کاری که ترامپ بده، بایدن بده، اون بده، پس کی خوبه؟ میدونی مردم تو ایران هستن میگن بدن، میرن در خاورمیانه میگن بدن، در کشور دوم میان آمریکا میگن خیلی بده. پس تو که برید از این دنیا برید آسمان، شاید اونجا بهتر باشه. پس همه جا بده. پس من فکر کنم که انتخاب با ماست، انتخاب با ماست. بله، انتخاب با ماست. و حتی ما تو این فیلم دیدیم که افرادی بودند و حتی یه خانومی ما ملاقات کردیم غیر از این فیلم، یادته که چند هفته پیش که چند ماه پیش که اون هوب کالیفرنیا بود. بله. اون خانم شاید هم در بچگی اسیر میشن، ولی شده. کسی که آزادی مایندد هست، یعنی فکر آزادی داره، در باندج نمیمونه، در بند نمیمونه. درسته. مثل این خانم که خب زندگی سختی داشت، اسیر شده بود، ولی امیدواره، با آینده نگاه میکنه و در نهایت خودشو نجات داد. و خب خیلی چیزا رو بعد قربانی میکرد تا اینکه از اون سیستم خودشو بکشه بیرون. ولی در نهایت این کارو کرد. و بچه‌های دیدیم که گرفتار این مسائل می شدند ولی زیر بار نمی رفتن، انقدر اذیت می کردن، جیغ می کشیدن و می جنگیدن با این افراد که این افراد بالاخره ولشون می کردن. می دونید؟ بله. پس آزادی زیباست، آزادی از فکر ما شروع میشه، تو دل ماست و درسته. اگه این آزادی نهفته باشه بالاخره ما اونا به دست میاریم. درسته. میدونی آزادی به ما قدرت تصمیم گیری میده، واقعا اجازه میده که ما بتونیم تصمیم بگیریم که متعلق چیزی باشیم یا نباشیم، بتونیم تصمیم بگیریم که انتخاب کنیم که من این راهو میخوام برم یا نمیخوام برم. بله. کسی نمیتونه به ما زور بگه. درست. آزادی به ما قدرت میده که نترسیم.
میدونی بند و گرفتاری وحشتناکه، آدم ترس میاره، آدم اسیر میکنه. درسته. ولی وقتی که فکر آزادی داری دیگه ترس نمیتونه رو تو غالب بیاد، رو تو پیروز بشه، پیروز بشه. و آزادی به ما قدرت و سلاح ماست، یعنی یک اسلحه‌ایه که میتونیم در زندگی به پیش بریم و اون خوشبختی رو کسب کنیم و شرایط زندگیمون رو عوض کنیم. میدونی این فکر آزادی یک اسلحه‌ایه در دست ما و میتونیم به هدف برسیم، چون وقتی آزادی فکر هستیم میدونیم با آینده آزاد نگاه میکنیم. درسته. و اولین چیزی که ما رو به آزادی میرسونه رویاست، دیده. ما آزادی رو باید در بند ببینیم، نه؟ مثلا اگه اسیر هستیم باید رویا داشته باشیم، باید بیرون رو ببینیم. درسته. باید چی میگن؟ باید زیبایی آزادی رو بطال زیبایی آزادی رو تصور بکنیم و چون اون رویا رو داریم به سوش میشه تابیم. آره واقعا همینطوره. میدونید موضوع اینجاست که خیلی افرادی که در بند بودن، خانم رامشاه هفته گذشته اشاره میکنم به ملت خودشون افغانها، وقتی در بند هستن که دنیای بیرون نبینن براشون سخته، ولی به محضی که مراجعه میکنن، به محضی که یک اطلاعات جدیدی به دست میان، گاهی وقتا اینا الهاماتی بهشون دست میده، به نظر من دیگه نمیخوان اسیر باشن. میدونید من میگم نمونه خیلی خوب بودن ایشون، حتما بعد دوباره در برنامه خودمون داشته باشیم، که برای من یه نمونه بودن تو این چند هفته که باشون بیشتر بوده با همسرشون. چقدر دید خوبی دارم، ملت من باید آزاد باشن. من میدونم در بین ایرانیان کم نیستن، در بین ازدواج هایی که خراب هست کم نیستن، که افراد بار دارن، درد دارن، که من باید کاری بکنم که اینقدر ازدواج های منفی دارم میبینم. چه خوبه نه؟ پس وقتی کسی رویا رو میبینه تصور میکنه که غیر از اون چیزی که الان موجوده یه چیز بهتری وجود داره، که اگه اون چیز بهتر اتفاق بیفته دنیا قشنگ میشه. فکر کنم ترانه‌ای که هنرمند ایرانی هم خوندن همین رو داره میگه. چه تصور کن که جنگ نیستش، تصور کن که دیگه ستم نیستش، تصور کن اعتیاد نیستش، تصور کن در بند بودن نیست، چه دنیا قشنگ میشه. و با امید خدا که همچه اتفاقی بیفته و انسان خوب صرفا شخصی نخواهد که دیگران رو انتظار خواهند داشت. بعد اینو بدونیم، ما خیلی ها بودن که آزادی خواه بودن، دیگران که آدم های بدی هستن اسمشون میذاریم، خواستن اون رو از سر خودشون بردارن و این کار رو کردن. پس بعد بدونیم که در دنیای زندگی میکنیم که وقتی در پی آزادی هستیم مخالفات زیادی وجود خواهد داشت. خیلی هستن به ضد ما بلند میشن، چون نیستن میگن آفرین تو چقدر خوبی خانم یا آقای هستی که آزادی خواه هستی، ما هم طرفدارت هستیم. و من دیدم افرادی که حالا در امور اجتماعی و سیاسی ملاقات کردیم که اینقدر سرزنده هستن، در سینه بالا دارن تلاش میکنن برای این هدفهایی که دارن، اهدافی که دارن. آزادی خیلی قشنگه، آزادی رو برای خودتون تجربه بکنید. البته این برخلاف باورهای مذهبی هستش. مثلا مذهب هرچی دروغین تره تلاشش بیشتره که مردم رو فریب بده. میدونید کلن مذهب کمک نمی کنه. هر عقیده، هر مذهب، هر مسلکی، هر فکری، چون اساسش اشتباه است و اینا میدونن که هیچ پایه ای نداره، برای همین باید تو رو کنترل کنن. درسته. باید فکرتو عوض کنن. بله. باید تو رو بترسونن، باید تهدیدت بکنن، یه جورایی باید مجبورت کنن. بله. که وارد مسلکشون بشی. بله دیگه، چون میخوان به زور چیزی بقبولن. درسته. بله. قبل از که بریم با هم دیگه آگهی رادیو بانک رو میشنویم، ولی وقتی برمیگردیم آقای استیو خواهش میکنم که ترانه خانم رامشا رو پخش کنیم. سود خیلی قشنگی هستن تحت عنوان بمب. عجب بمبی. عجب بمب قشنگی. ویدیوشو نگاه کنیم میفهمید چرا. آره. بمبه. آره.
آقای شهرام فرشید که من هفته باشون صحبت کردم، یک پناهنده هستن در ترکیه و چقدر آدم شریفی هستن. ایشون خودشون تماس گرفتن و خانم رامشا اینو خوندن، زحمت کشیدن که مطمئنم به ما کمک بکنه راجع مطلبی که صحبت بکنه. ما باشه برمیگردیم. ای جنگل ها، ای دریا ها، ای دشت ها، ای صحرا ها، ای حیوان ها، ای انسان ها، ای نسل های بی فردا، ای زن های باریش، ای مرد های اندیش، ببین که دارم میگم، دارن یه بمبی میسازن از همه بمبا بدتره، میگن که اوج گرفتنش از عاشقی بلندتره، برای انفجار اون ثانیه ها رو میشمرن، ببین بنام امنیت رگ حیات را میبرن، وای وای میگن که تو آسمونا آزادی باشه بهتره، اگر که آزادی این است نباشه خیلی بهتره، میگن که روی این زمین بهتره امنیت باشه، من دیگه حرف نمیزنم اگر نیت همین باشه، بله. برگشتیم با دوستان عزیز، با شما
شیرینان هستیم و آزادی زیباست، آزادی شیرینه، آزادی و حتما توصیه میکنم برید این آهنگ رامشا شفارو در یوتیوب نگاه کنید، چون ویدیوش خیلی پیغام جالبی داره. مرسی، زیاده که ما پخشش کنیم. بله، به اسم بمب و به لهجه افغان دری میشه بمب. بله، و برید سرچش کنید در یوتیوب، حتما پیدا میکنید، تماشا کنید. بله. و واقعا قدر آزادیمونو ببینیم. خیلی ها در بند و اسیر هستن، در عذاب هستن، و ما قدر آزادیمونو ببینیم. چرا حق آزاد بودن اهمیت داره؟ این موضوعی که میخوام چند لقیه باش صحبت کنیم، برای اینکه یک شعار دادن این که آزاد باشی آزادی خوبه، این خوبه، شاید توی هر هنری هم دیده بشه، تو فیلم هم دیده بشه، ولی چرا باید آزاد باشیم؟ چرا حق آزادی مهمه؟ چرا که به ما این امکانو میده بر زندگی خودمون قدرت داشته باشیم، برای زندگی بهترم تلاش بکنیم؟ به نظر من یکی از مهمترین چیزاست تلاش کردن. ما که زنده هستیم، ما نفس بکشیم، عمری وجود داره، میتونیم این کارو بکنیم. یکی از حقوق اساسی هستش که همه ما به عنوان یک انسان لایق اون هستیم. بانوان ایرانی لایقش هستن، آقایان لایقش هستن، فرق نمیکنه، صرف نظر از اینکه کجای دنیا هم داریم زندگی میکنیم، میدونید، یا تو چه شرایطی داریم، میتونیم اینطور باشه. به طور مثال آزادی سیاسی که به حال نمیشه این روزا راجعش صحبت نکرد، یه حق اساسی قانون اساسی هستش که توی ایالات متحده آمریکا وجود داره، اگرچه کشورهای زیادی در جهان وجود دارن که شهروندان اونا مثل ایران و افغانستان از آزادی‌های مشابهی با مردم ایالات متحده برخوردار هم نیستن، وقتی میبینن شاید که آرزوی خواب براشون، اما دولت متحده آمریکا اساس آزادی فردی رو آزادی بیان هر انسانی به حال بیان کرده. در جوامع آفریقایی آمریکایی افرادی مانند مارتین لوترکینگ جونیور که به حال نمیشه راجبشون صحبت نکرد، یا خانم سوزان آنتونی و مالکوم ایکس از قهرمانان آزادی و حقوق مدنی بودن که به طور خستگی ناپذیری برای اطمینان از دسترسی بیشتر آمریکایی‌ها از هر رنگ و پوستی هستن با آزادی مدنی تلاش میکردن. حق اعتراض مسالمت آمیز، تجمع مسالمت آمیز و بحث عمومی بخش مهمی از هر دموکراسی و ضروری برای هر جامعه دموکراتیک هستش، که فهم میکنم خیلی از کشورهایی که ما بهشون فکر میکنیم فعلا اینو دارن. آزادی انسان بودن یک حق هستش و نگ امتیاز، که وقتا فهم کنیم مردم میگن ما امتیاز نداریم، ولی این حق هر انسانی هستش، همه انسان ها سزاوار هستن، این مهمترین حق بشر هستش که میتونه از اون بهره مند باشه. حقوق بشر مرتبط با آزادی انسان ها عبارت از چند تا نکته هستن که میخوام در ادامه بهش نگاه بکنیم. حقوق بشر اینو میگه، شما حق آزادی دارید، شما سزاوار حق آزادی هستید، چون برای سلامت روان و رفاه شما آزادی ضروری هستش، شما سزاوار حق آزادی هستید، چون بخش جدای ناپذیر از انسانیت هستش انسان بودن. ما موجوداتی هستیم که قادر به انتخاب و شکل دادن به زندگی خودمون از طریق عمل عقلانی معنوی هم هستیم، هر انسانی. شما همچنین حق آزادی دارید چون که سزاوار همون کرامت انسانی اولیه هستید. اما همه سزاوار این هستن که از ظلم، بردگی، سرکوب رهایی داشته باشن. فرق نمی‌کنه تو خونه‌شون میخواد باشه، محل کار باشه، که می‌دونید خیلی از جاها مانیتور میشن در طی سال توسط دولت مردان که همچه اتفاق نیفته. هیچ کس نباید به وسیله شخص گروهی که از او قدرتمندتره برده بشه یا برخلاف میل خودش به بردگی یا فقر وادار بشه. به همین دلیل قوانینی علیه همه چیز از آدم ربایی گرفته که شما بهش اشاره کردید تا بردگی در همه قاره‌های دنیا وجود داره. آقای مارتین لوترکینگ که اشاره کردم بهشون، گفته همیشه برای انجام کار درست زمان وجود داره. نازنین جان، پس نمیتونی میگه از من گذشته و نمیشه و همیشه میشه این کارو کرد. من اشاره کردم به این که در محل کار اگه آدم ها ابیوز میشن، در منزل خودشون، در مدرسه، چیزی که خیلی از سازمانه عامل منفعه در پی هستن کاری بکنن. مثلا دوست خود ما نیکویچیش
تمام زندگیش گذاشته از این مدرسه به این مدرسه میره، از این کشور به اون کشور، میبرنش نمیره خودش طفلک عزیزم، میبرنش و راجع به چیزا صحبت میکنه، چیزی مثل بولینگ کردن، یعنی مسخره کردن، تمسخر کردن، چه قدر کوتاهه، چرا لاغری، چرا چاقی، چرا دست انداختن دیگران، چیزیست که امروزه خیلی از جوامع باش مشکل دارن. ما تو ایران متاسفانه در گذشته شاید این بودیم که برای اقوام مختلف جوک میسازن، حالا اگه شما لوری، اگه ترکی، اگه گیلکی هستی و غیر غزالک، ولی در جوامع پیشرفته مثل آمریکا این رو یک چیزی نمیدونن که فانه، میدونید؟ یعنی دست انداختن دیگران، مسخره کردن. میدونم تو آمریکا شما میتونید رئیس جمهور رو مسخره کنید، مردم میکنن، جوک میسازن. این برنامه‌ای که شما نگاه میکنید شبا و شنبه شبا از این کارا زیاد میکنن، نه؟ من که نگاه نمیکنم، ولی به هر حال ما نباید برده چنین چیزی باشیم، ما نباید اجازه بدیم دیگران با ما این کارو بکنن، ما باید حق خودمون بدونیم که من انسان آزاد هستم، اجازه ندم. اگر شنونده عزیز هستید، حالا اگر از طریق رادیو ونک دید تماشا میشنوید یا بعدا این فیلم رو تماشا میکنید، اگر احساس میکنید کسی شما رو آزار داده و به جای رسیدید که دارید اذیت میشید و به عبارتی زندگی براتون خیلی سخت شده و نمیخواید زندگی کنید، احتیاج به کمک دارید، باید به کسی تماس بگیرید. تو آمریکا، من تو ایران میدونم که این چیزای خود فقط در حد رویاست، ولی در آمریکا شماره تلفن‌های برای این وجود داره. بله. در خود ایران هم من فکر کنم بالاخره میشه کاری کرد، ولی اینطور نباید باشه. من دیدم امروز یک چیزی رو ازش گذاشتم، در روسیه یک خانمی رو پیدا کردن 14 سال در بسته توی خونه تو روسیه برده جنسی بوده، 14 سال. به چه دنیایی وجود داره؟ پس اگر شما هستید، دارید این برنامه رو میشناسید، کسی میشناسید، خودتون نمیتونید کاری بکنید، گوشی تلفن رو بردارید، بگید، بگید من احتیاج به کمک دارم، یا کسی میشناسه احتیاج به کمک داره، و حتما باید یه فکری برای موضوع کردش. آزادی شهامت میخواد. بله. آزادی، ما اگه واقعا رویای آزادی داریم باید جرأتشو داشته باشیم. بله. باید قدمهایی برداریم که آسون نیست. درسته. باید خیلی چیزها رو قربانی کنیم تا به آزادی برسیم. درسته. همین فوتو اف جولای خیلی افراد بودن که جنگیدن و قربانی شدن و خیلی چیزها رو فدا کردن تا اینکه به این آزادی برسن. میدونی ما بدونی خیلی چیزا داریم که میتونیم استفاده کنیم، بگیم به کسی چیکار دارم، زندگی منه، پولم مال خودمه، شغلم مال خودمه، جایی که زندگی میکنم مال خودمه، ولی چه قشنگ خواهد بود که من به عنوان یک رهبر، من میدونم که معتقدم همه انسان ها رهبر هستن، به عنوان یک رهبر میتونم تاثیرگذار باشم، تاثیرگذار باشم، یه نفر زندگیش عوض شه، یه نفر برگرده بره. من دیروز یه عکسی دیدم از یک از دوستان مشترکمون، ایشون به انگلستان رفتن گویا، و بعد یک زوجی باشون عکس گرفته بودن، این خانم محترم نوشته بود که خیلی ممنونم از شما آقای ایکس که در یک تاریخی منو پذیرفتید، اگه شما اون روز به حرف من گوش نمی کردید من نمیدونم چه اتفاقی می افتاد، ولی الان این خانم محترم یک رهبری هست، یک مسئولی هستن، برام جالب بود که منو پذیرفتید، با من به من وقت گذاشتید، به من گوش کردید، چه خوبه که همه ما اینو داشته باشیم. حالا فارغ از این که من به چه اعتقاد دارم، من مسیحیم، مسلمانم، بی خدام، ولی میتونم رهبر باشم، میتونم تو زندگی کسی تأثیر بذارم. بیدونید ما اگر از این دنیا بریم نزن جون، چیزی رو با خودمون نمیبریم، همه اینو میدونن، همه بعضی 10 تا خونه دارن نمیبرن با خودشون. چرا من از اون امکانات که دارم برای دیگران استفاده نکنم؟ رادیو ونک که الان اجازه دادم بدون اینکه ما رو مانیتور بکنن، هر هفته میام اینجا برنامه میذارم، خیلی ممنونم از مدیریت این رادیو خوبه، آقای جامعه، آقای استیو که اینجا زحمت بکشن، و سایر دوستانی که اینجا صبح تا شب دارن زحمت بکشن برای که این رادیو برقرار باشه، این امکانه به وجود میارن که کسی شاید الان تو خونه تنهاست، شاید کسی نداره به سر بزنه، حالش رو بپرسه، یک دقیقه هم بتونه بخنده، لبخند رو لبش بده، یک دقیقه هم بتونه یک سری اطلاعات رو به دست بیاره که به خودی خود نمیتونه به دست بیاره. چه خوبه که چنین دیدی داشته باشیم. همه چی بیزینس نیست، همه چی ثروت نیست، همه چی جا و مقام نیستش. بزرگترین افرادی که جا و مقام داشتن الان مثل علی یه گوشه افتادن. میدونید من دیدم که راجع ورزشکارا نمیگم، ورزشکارا یه عمری
مردم منتظرن که ببینن شما، عکس بگیرن، با سلفی بگیرن، بگم من با این بودم با اون بودم. ولی چه سودی داره اگه من نتونم رو دیگران تاثیر بذارم، کسی رو کمکش بکنم تو زندگیتون جایی که هستش. موعظه کردم، ببخشید، بفرمایید. آره دیگه رفتم رو منبر دیگه، ببین موعظه کرد واعظ جلوی من نشسته، به زودی نمایش خودشون اجرا میکنن. شنیدم خیلی کمدیه. دو تا بلیت برای من نازنین جان کنار بذارید که بیام با کله. بله، آزادی خیلی شیرینه و کسی که در آزادی زندگی میکنه میتونه خلاق باشه، میتونه فکر کنه، میتونه چیزهایی نو بیافرینه. بله. چون که آزاده، میدونی در آزادی میتونه فکر کنه. درسته. پس آزادی از خودتون، از افکارتون شروع کنید و در آزادی زندگی کنید و همطور که گفتید اگه میتونید به دیگران کمک کنید که اونها همه میتونن کمک کنن. ولی موضوع اینه که بدونیم که کسی در بنده، میدونیم کسی که اسیر دوست نداره اعتراف کنه که من اسیر هستم یا در بند هستم، کمک کنیم. پس آره. اولین قدم اینه که بدونیم کسی اسیره و بتونیم کمکش کنیم. اجازه بدیم دیگران به ما کمک کنن. پس آزادی کمک میکنه که ما رشد کنیم. بله. ما خلاق باشیم. ما استرس کمتری داشته باشیم. درسته. به بلوغ برسیم، میدونی دیگه. بله. از بچگی میایم بیرون و روش کنیم و آزادی ما رو به جاهای بزرگی میرسونه. نظر اینجا همیشه از من شروع میشه. من اینجا نیستم جلوی میکروفون بشینم و دوربین به دیگران میگم چیکار بکنه. همیشه از من شروع میشه. هر عزیز که داره گوش میکنه، حالا تکرار این برنامه است یا الان پخش زنده رو گوش میکنه، بعد یه سوال از خودش بکنه: من میتونم این کارو بکنم؟ هر انسانی آزادی خواهی میتونه این کارو بکنه، چون آزادی زیباست، آزادی شیرینه، آزادی دوست داشتنیه. آزاد بودن و آزاد زندگی کردن رو همین الان باید انتخاب کنیم. دو تا گفتم بگیم نازنین جان، کم کم برنامه تمام میشه، شما بگید و از دوستای مشترکمون برنامه تمام کنیم. آلبرت اینشتین، اینشتین گفته هر چیزی که واقعا عالی و الهام بخشه توسط فردی خلق میشه که میتونه در آزادی تلاش کنه. کسایی که در آزادی تلاش میکنن، در آزادی زندگی میکنن، درسته. تفکر میکنن، چیزهای عالی و الهام بخشی. بله. خلق میکنن. بله. و جان مکسول گفته شما قابلیت تبدیل دنیای خودتون رو دارید. واو. وقتی در آزادی زندگی میکنن. میدونی کی اینو داره میگه؟ جان مکسول. کسی که بله، تو ایران کتاباشون ترجمه شده. کاش که یکی از ایران میاد کتاباشو فارسی بر ما بیاره تو کتابخونه هم بذاریم. انگلیسیشو داریم تو کتابخونه بذاری؟ فقط آره، خب انگلیسیشو هست اینجا، ولی فارسیشو نداریم. کتابای خیلی کاتگولفتی هم هستن. ولی چرا گفتم؟ برای که مردم برن تو ایران تهیه کنن اگه میشنن این برنامه رو. ولی آقا جانز مکسول کسی هستن که خیلی رهبرا و مدیرای جهان دنبالی هستن که این آقا رو نزدیک ببینن. من نمیگم خدا هستن، ولی تربیت میکنه رهبرانو. آره، تربیت، تمرین میده، آموزش میده و ورکشاپ داره. خیلی مهمه. وقتی ایشون داره میگه شما قابلیت تبدیل دنیا خودتون دارین، شامل منم میشه، شامل شما میشه، شامل یک خانم میشه که میگه من تحصیل نکردم، شامل یه آقای میشه که میگه من شغل مناسبی ندارم. همه میتونن دنیا خودشون تبدیل کنن، ولی تبدیل زمانی شروع میشه که از من شروع بشه. وقتی خودم تبدیل نشدم، اسیرم، هنوز آزاد نیستم، چطوری میتونم رو دیگران تاثیر بذارم؟ پس بیاید انتخاب بکنیم. موضوع آزادی قشنگ نازنین جون، مرسی گفتید دوباره جوش صحبت کنیم. بله، آزادی زیباست، هرچی بگیم کم گفتیم. و حالا نمیدونم هفته دیگه هم آزادی رو دنبال میکنیم یا میریم رو. شما نظرات خودتون رو به ما بدید اگه دوست دارید، به واتساپ رادیو ونک تکس کنید. 310-848-88-83. پس 310
848-88-83 الان تکس کنید، نظرات شما رو میخواییم بدونیم و اگه در بند هستید، اسیر هستید، دوست داریم شما رو کمک کنیم و میتونید به این شماره که 24 ساعت بازه 201-347-464-3000 با این شماره تماس بگیرید، مشاورین در خدمت شما هستن. لازم باشه با اون وصل بکنن دیگه، نه؟ بله. خیلی ممنون از آقای استیف، زحمت کشید، میرم روز طولانی بوده در این گرما و مشغله کاری، دعا میکنیم، آرزو میکنیم هفته خوبی داشته باشید تا پنج شنبه بعد که خدمتتون میرسیم. مواظب خودتون باشید، آزاد زندگی کنید. خدا نگهدار.